در حال حاضر امکان ارتباط با اینترنت بین‌الملل به دستور شورای امنیت کشور محدود می باشد. یک بار دیگر ارتباط ایرانی های داخل با دنیای بیرون قطع شده. اتفاقی که در 10 سال اخیر چند بار تکرار شده. از روزهای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 تا اعتراضهای دیماه 96 به گرانی و وضعیت بد اقتصادی. این بار هم در جریان اعتراضها به گران شدن بنزین. ما به هیچ سایتی، به هیچ اپلیکیشنی دسترسی نداریم. نمیتونیم از اپلیکیشن سوشال میدیا استفاده کنیم. اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم. فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی مثل اسنپ، تپسی، ورزش 3، ایسنا قابل دسترس هستن. اما چرا دسترسی مردم به اینستاگرام و فیسبوک قطع شده در حالی که اپلیکیشن های مانند اسنپ و ورزش 3 به راحتی در دسترس هستند؟ پاسخش ساده است. اسنپ از دیجیکالا، از در واقع آپارات، از فیلیمو، از ورزش 3، اینا دارن خدمات میدن به شما. اینا بازیگرای شبکه ملی اطلاعاتن. اپلیکیشن هایی که حکومت جمهوری اسلامی نگران دسترسی مردم به آنها نیست، روی شبکه‌ای به نام اینترنت ملی یا شبکه اطلاعات ملی فعالیت می‌کنند. دولت ایران در دوران محمود احمدی نژاد راه اندازی اینترنت ملی را مطرح کرد. حالا 3 سال است که نسخه اولیه آن راه اندازی شده. بتونیم دارای یک شبکه‌ای باشیم که با مدیریت خودمون. ایران 3 دلیل اصلی در توجیه طرح اینترنت ملی ارائه کرده. اول اینکه با نگه داشتن مسیر ترافیک پیام‌های رد و بدل شده در داخل، سرعت خدمات بالا می‌رود. دوم، هزینه نقل و انتقال اطلاعات میان کاربران کم می‌شود و سوم اینکه دسترسی شرکت‌های خارجی به اطلاعات ایرانی‌ها محدود می‌شود. مسئولان ایرانی در توصیف اینترنت ملی از اصطلاحات و عبارت‌هایی استفاده کردند که به آن رنگ و بوی ملی‌گرایی بدهند، مانند حفاظت از منافع ملی در فضای اینترنت یا این حرف حسن روحانی در مراسم افتتاح شبکه اطلاعات ملی سال 1395. عدم نیاز به شبکه‌های اطلاعات بیرونی برای ارتباطات داخلی در شرایط فعلی جهان از مؤلفه‌های استقلال کشور است. اما با آنکه داشتن اینترنت پرسرعت، آن هم با هزینه بسیار پایین، آرزوی هر کاربری در هر جای دنیاست، چرا اجرای طرح اینترنت ملی در ایران ایرانی ها را نگران کرده؟ ایران در واقع از بعد از سال 88 مقامات ایران متوجه این شدن که کلید کنترل اعتراضات یا حالا اگه نگیم کلیدش، بخش بزرگی از داستان در این هستش که بتونن روی اینترنت کنترل داشته باشن. بنابراین روی اینترنت ملی سرمایه گذاری کردن به شکلی که اگه روزی مجبور بشن اینترنت رو قطع کنن، شبکه داخلی بتونه بدون مشکل کار بکنه. هر چقدر که میرن جلوتر، توان خودشون رو برای کنترل کردن و محدود کردن مردم افزایش میدن. ایران اولین کشوری نیست که طرح اینترنت ملی را اجرا میکند. در کره شمالی اینترنت ملی یا همان اینترنت تنها شبکه ایست که مردم میتوانند به آن وارد شوند. کوبا، روسیه و چین هم طرحهای مشابه اجرا کردند. طرحهایی که به خصوص پس از افشاگری ادوارد سنودن درباره جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از مردم و مقامهای کشورهای دیگر پرطرفدارتر شده. همین چند روز پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهای اروپایی خواست استقلال دیجیتالشان را از آمریکا و قولهای تکنولوژی آمریکایی بگیرند. اما آنچه که حساسیت ها به شبکه های اینترنتی داخلی را در کشورهای مانند ایران بیشتر می کند، شاید این باشد که دولت ها با استفاده از همین شبکه هر وقت که بخواهند ارتباط شهروندانشان را با جهان بیرون قطع می کنند. درست مثل همین اتفاقی که این روزها در ایران افتاده. فؤاد مسیحا، BBC.